بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. و در حقیقت برادر عزیز، امروز ما و شما برنامه سی سینه را آغاز میکنیم که ویدیو آغاز سی سینه است، که در حقیقت در برنامه سی سینه انشاءالله بعضی از موارد اساسی و مهم است که انشاءالله دسکس با هم خواهد کردیم و میخوانیم، و بعضی از موارد اساسی و مهم است که البته ترینر در این برنامه شاید که انشاءالله با آواز ما آشنا باشین، محمد رفیق بارکزی نام است، و انشاءالله کوشش میکنیم تا حد توان خود بتانیم این برنامه را به شکل درستی و خوبتر برای شما با تمام مشخصات و مفردات و عملی و نظری و تیوری برای شما خوبتر کار کنیم. و از این برنامه هایی که ما ثبت میکنیم و البته ریکارد میکنیم، شما مستفید شوید و بتانین استفاده کنین و یک خدمت ما از طریق ای ترینینگ برای شما داشته باشیم. خب برادر عزیز، زیاد وقت شما را نمیگیریم. برنامه سی سینه خب برای شما واضح است و معلوم است که یکی از برنامه هایی است که از طرف کمپانی سیسکو، که در ویدیوهای مختلف مراجع به کمپانی سیسکو، راجع به کمپانی مایکروسافت برای شما معلومات دادیم که کمپانی ها چی کدام کارها و چی کارها را انجام میده. انشاءالله معلومات داریم، اما یک شکل خلاصه براتون بازم براتون به معرفی میگیریم، باز پیش میریم، پرزنتیشن داریم راجع به این برنامه، ما شما یک و یک میخوانیم، مورد مطالعه، مورد بحث قرار میدیم. برادر عزیز، برنامه سی سینه توسط کمپانی سیسکو، که کمپانی سیسکو در حقیقت بنیانگذاری از این البته از سال 1972 به این طرف برادر عزیز آغاز شد، یعنی مطلب از این باز این کمپانی وقتی که فعالیت و کار خود آغاز کرد و صحیح فعالیت کرد، باز از سال 1980 به این طرف بود که 82, 83, 84 بازی بعضی از فعالیت ها و بعضی از گیپی ها و بعضی از وسایل مختلف ها ترحریجی کرد و ترتیب کرد که تا فعلا ما و شما از اون استفاده میکنیم. کمپانی سیسکو، بنیانگذار کمپانی سیسکو در حقیقت دو دانشمند یا دو البته کسی بود که اونا البته یکی از کپل یا فرمسال جورای آروسی شده بودن که هر دو البته پروگرامر بودن و کسایی بودن که در سه کامپیوتر و کامپیوترینگ کار میکردن و یعنی مطلب از این که به حساب پروفشنال بودن، که اینا باز زمان یک گیتوی جور کردن که گیتوی بسیار مشهور معروف شد و بعد از او یعنی آی پی گیتوی رو اینا ساختن و او بسیار یک مشهوریت و یک محبوبیت خوب در او زمان کسب کرد، که بعد از او اینا باز به سان فرانسیسکو یک شهر رفتن و در اونجا باز سیسکو را، کمپانی سیسکو را بنیانگذاری کردن و سیسکو را از امی خود سان فرانسیسکو گرفته شده، سان فرانسیسکو سیسکوی آخریش کشیدن و این کمپانی را به نام چی مسما کردن؟ به نام سیسکو، که از این طرف به در حقیقت از شهر سان فرانسیسکو که در امریکاست سیسکو کلمیش گرفته شده، که از به این طرف ما شما به نام سیسکو میشناسیم و البته بعضی برنامه تحریزی فعلا شده و ما استفاده میکنیم. خدمات و تولیدات از این کمپانی برادر عزیز هاردویر است، تمام یعنی سخت افزارها مانند گیتوی های ام جی اس، سی جی اس فهمیدین، و ما بعضی گیتوی های مختلف، پروتکل ها، راوتر ها، سویچ ها، بریج ها و مختلف وسایل از طرف از این کمپانی طرح‌ریزی شد، ایجاد شد و تا فعلا ما شما از اون استفاده میکنیم. و این برنامه های زیر نام سی سی نه و سی سی ان پی و سی سی اس پی سی سی آی به شکل برادر آمد کنال، بعدا در پرزنتیشن هم میخوانیم. این برنامه خاص به خاطر از این ایجاد شد وقتی که اینمی سخت افزار، اینمی هاردویر، اینمی وسایل که اینا تولید کردن به خاطر استفاده از این سخت افزار ها مثل راوتر، مثل سویچ، باز برنامه های زیر نام سی سی نه و سی سی ان پی و سی سی اس پی را اندازی شد که تا مردم به وسیله از این برنامه ها به این وسایل که کمپانی سیسکو تولید میکنه دسترسی پیدا کنن و از این وسایل چی کرده بتانن؟ استفاده کرده بتانن، کار کرده بتانن و در محیط از او امپلیمنت کنن، و اینمی خودش باعث از این باعث مشهوریت و محبوبیت کمپانی سیسکو شد برادرها، که تا فعلا ما و شما استفاده میکنیم. و فعلا آقای به نام جان چمپر، جان چمپر البته طرح‌ریزی و یا البته می
دیزاین و فعلا البته یعنی رئیس سیسکو فعلا ای آغاز که دمی پریزنتیشن معلومات ما داریم دیگه، ضرور نیست که من لفظی بر شما بتم. خب میریم، زیاد وقت برادرای عزیز ما نمیگیریم، البته با درایو میریم که در اینجا ما برنامه را بر شما ثبت کردیم به نام سیسینی دیلی پریزنتیشن و آغاز میکنیم از سیسینی دی وان. دبل کلیک میکنیم سر پریزنتیشن و پریزنتیشن به نام خدا پیش میبریم و تمامی مسائل در اینجا گفته شده و انشاءالله یک و یک ما و شما میخوانیم و پیش میریم. خب برادر عزیز، اینی سیسکو سیستم از در سان فرانسیسکو، باز انشاءالله که میتونیم ببینیم. خب در اینجا هم برادر عزیز راجع به می تاریخچه سیسکو بر ما معلومات داده، میگه دیورینگ دی ارلی 1980 دیر واز ا مریت کپل نیملی لین اند سندی بوساک هو یوزد تو ورک ان تو دیفرنت دپارتمنتس اف کامپیوتر لوکیتد ان استنفورد یونیورسیتی. اما دو شخص و همون دو البته کسی که البته آروسی شده بودن، مریت بودن به نام لین این سینی بوساک بودن که در سال 1984 در سال 1980 به این طرف اینا البته در دو دپارتمنت های مختلف اینا کار میکردن دیگه میکردن که بعد از این برادر عزیز اینا یعنی مطلب از این شرقم با هم ارتباط گرفت و گپاش علایده است. اینا رو در اینجا بر ما میگه که چی باعث شد سیسکو ایجاد شد، چی باعث شد که سیسکو خب پیشرفت کرد. میگه this couple was facing problems in making their computers communicate with each other. In order to overcome this problem they made a gateway server in their living room which led to a similar way of making two departments communicate each other by the help of IP protocol. برادرای عزیز در حقیقت یعنی گپ اساسی که بود در اینجا ای بود برادرها که دو کپل یا ای دو جوره یعنی در حساب ارتباطات در جریانه که اینا با در دو دپارتمنت مختلف کار میکنن از نگاه ارتباطات اینا با مشکلات روبرو بودن. به خاطر از بین بردن از این مشکلات اینا پیش خود فکر کردن که باید یک سیستم را طراحی کنن، یک سیستم را ایجاد کنن که اینا بتونن برادرای عزیز چی کنن؟ امی مشکلات خود از بین ببره و این امی پرابلم از بین ببره تا که ارتباطات برقرار شود و ارتباطات بتانند. صحیح است نیش حالا که اینا تانستن در حقیقت یک پروتکل یا یک گیتوی به نام آی پی پروتکل، صحیح است، یا اینترنت پروتکل اینا را اندازی کردن که با وسیله از این اینترنت پروتکل اینا زمینه ازیره ایجاد کردن که بتانند دو دیپارتمنت یا دو جای مختلف یا دو بخش مختلف با هم چی کنن کمیونیکیت کنن، که گیتوی از اینا بین مردم بین دپارتمنت ها مشهور محبوب شد و اینا بسیار تشویق شدن از طرف همو یونیورسیتی هم از طرف همو مختلف دولت و یپا و بعد از این باز اینا به طرح ریزی دیگه پروتکل ها و دیگه سرور ها و دیگه گیتوی ها شدن. و the Cisco name is derived from the city San Francisco. Cisco may not be the first company to sell commercial routers supporting many network protocols, but today Cisco's router are used to deliver a magnitude of technology to corporate. Brother, this is gap associ ke ma shoma dar inja darim. Yes, brother, ke mega nom Cisco as shahr San Francisco girefta shod va dar haqiqat San Francisco yak shahr az dar America. Cisco ya khidisha kashidan va ina ma musamma saqtan sar Cisco va Cisco avalin company tijorati nest ki vasail monand router o bridge o amsal az ba'zi vasail mukhtalif tavlid mikona. کمپانی های مختلف دیگه هم است، اما از نگاه خدمات، از نگاه دیوایس ها، از نگاه وسایلی که کمپانی تولید کرده البته یونیک و بسیار بستندرد و بسیار فعال وسایل بهترین وسایل تولید کرد که خودش باعث ازی شد که سیسکو را در بین دیگه کمپانی ها استاندارد نگاه کرد. سوال باشه و به میشکل میگه they found Cisco system with small C in 1984. گفتم که از سال 1980 به این طرف در سال 1984 اینا این نام سر از اینا سر از این کمپانی مسما کرد و از سال 1984 به این طرف برادر از این کمپانی چی شد؟ و این کمپانی به نام Cisco شد و بعد از اون میگه اینا کارهای مختلف دیگه را انجام دادن. میگه having a small commercial gateway server which brought a revolution in the networking. The name of the company was changed to Cisco system and یعنی این کمپانی خود در حقیقت یعنی قدمات تاریخی از 1980 بالا داره، یعنی از 1980 پیشتر هم گفتم داده پیشتر که در سالهای 1972-73 به این طرف این کمپانی طرح‌ریزی شده بود، اما از سال 1980 به این طرف بازی توسط از دو نفر بازی اینا چی شد مشخص شد و نامش هم در حقیقت میگه که نامش هم به
میگه the company was changed to Cisco system inch. در اوائل سیسکو نام دیگه داشت، اما باز بعد از سال 1992 به این طرف باز، یعنی مطلب از این که در سال 1984 اینا در خطی به حساب سیسکو را به small C، یعنی مطلب هر دو وقت بود برادر عزیز کمپانی را به اساس یک سمبول آفرین یا به یک چیز اونا پیدا میکنن و مشخص میکنن. سیسکو هم زیادتر یعنی مطلب از این که از این small C گرفتن. میگه the name of the company was changed to Cisco system inch in 1992. و به می شکل Advanced Gateway Server AGS was the first market product of the company. و اولین گیتوی را کنها جور کردن به نام AGS Advanced Gateway Server. After this came the Mid-Range Gateway Server یا MGS, the Compact Gateway Server CGS, the Integrated Gateway Server IGS and AGS. و بعد از اونها گیتوی های مختلف اینا تولید کردن و پروتکل های مختلف اینا تولید کردن که خود از این در حقیقت بسیار کاربرد و بسیار زیاد مورد استفاده و مورد یوز قرار گرفت و کمپانی ها از این وسایل زیادتر زیادتر چی کردن؟ استفاده کردن. صحیح است نیست شانم؟ خب برادر عزیز، تا سال 19 البته 90 کنال دیجه بر موشما چی میگم؟ جان تی چمبرز چیرمن اند چیف اگزیکیوتیف آفیسر آف سیسکو. میگه جان چمبر از دی چیرمن اند سی او CEO of Cisco. He has helped grow the company from 17 million when he joined Cisco in January 1991 to 1.2 billion when he assumed the role of CEO to its current run rate of 36. Brother Aziz, company Cisco asal 1990 باز ای دو جوره ای کمپانی را رها کردن و رفتن. بعد از سال 1991 به این طرف آقای جان چمبر ای کمپانی را به عهده گرفت و ای کمپانی را از یک البته مطلب از این که در حقیقت یعنی وقتی که او کمپانی را جوین کرد او وقت 70 میلیون بودجه یا فرمسال اونمو فرمسال کمپانی امو قیمت یا فرمسال بودجهش بود باز کی در سال 1991 وقتی کمپانی رو جوین کرد از 70 میلیون در 1.2 بیلیون یعنی مطلب از این رسان و کمپانی رو دوام ترقی داد و تونست که مطلب از این در سطح کمپانی های بین المللی مثل مایکروسافت و کمپانی های اپل و کمپانی های دیگه اینا رو چی کرد؟ مشخص کرد بیلیون. In November 2006 چمبر was named as a chairman the board chairman of the board in addition to his CEO role. کار و خدمات بسیار شایسته ای آقا انجام داد که بعد از سال 2006 امی البته 4-5 سال پیش ایره لقب چی را داد؟ chairman of the board. chairman of the board یعنی مطلب از یک در بین چندین کمپانی بالاترین و یعنی بالاترین مقام در بین چی chairman هایی گرفت که یک مایکروسافت و همسال از بعضی کمپانی مختلف دیگه این بود، اما ای باز باز فرضی که خود از یک رول سی ای او هم داشت. چمبر has received numerous awards for his leadership over his past 13 years at the helm of Cisco. کمپانی سیسکو مختلف اوارد مختلف امتیازات در این 13 سال به وسیله آقای جان چمبر گرفت، بخصوص خود ایزی آقا هم بسیار اوارد و بسیار تشویق از طرف کمپانی های مختلف و از طرف خود دولت شد. این یک تاریخچه خلاص عمومی کمپانی سیسکو بود. خدا کنه که یک چیز گرفته باشین و معلومات داشته باشین برادر عزیز. خب میریم به طرف بعضی از برنامه هایی که کمپانی سیسکو برادر عزیز تولید میکنه و سیسکو او را مشخص میکنه. خب در اینجا برادر عزیز ما و شما میگه کمیونیکیشن این سرویس سرتیفیکیشن. خب برادر عزیز برنامه هایی که در البته در بخش سی سی یعنی ببخشید سیسکو یعنی البته برنامه هایی که سیسکو دیستریبیوت کرده تقسیم کرده البته با 4 استاندارد تقسیم کرده که دیگه 3 دانش مشخص است. یک گانه دیگه شما براتون میگم که برنامه های اسوسییت است، برنامه های پروفشنل است، صحیح است نه شالا؟ خب پروفشنل است یعنی و برنامه های اکسپرت است، یعنی باز در نوع پروفشنل دو نوع میه. خب که باز 4 تا میشه از این خاطر، یکی به حساب مطلب ازی اینترنت پروفشنل و یکیوم سیستم پروفشنل است. خب برادر عزیز
یعنی شما که اول آغاز میکنین از برنامه سیسکو، اول برنامه اساسیت هم میخوانین، یعنی بخش اساسیشن هم میخوانین، بعد از اینکه مکمل کلیر کردین باز شما میتونین در بخش پروفشنل. در پروفشنل باز دو بخش داریم، یک اینترنت پروفشنل، یک سیستم پروفشنل است. کیو دو بخش کلیر کردین باز شما میرین به بخش اکسپرت. اکسپرت مثل از اینکه بیادر آیزیز متخصص میشین، مکمل متخصص و تخصص. اینا رو میگم براتون. خب برادر عزیز، میایم به بخش اسوسییت. اسوسییت برادر عزیز برنامه ابتدایی و برنامه گام اول برنامه سیسکو را ما برنامه اسوسییت میگیم، که در اسوسییت برادر عزیز برنامه CCNA برادر عزیز، CCNA و CCENT صحیح است نه؟ که اون ما شامل ICND1، ICND2 یا CCNA1، CCNA2، CCNA3، CCNA4 کل از اینا شامل چی میشه برادر؟ بخش اسوسییت میشه، بخش اسوسییت میشه که ما مکمل آن را به نام CCNA4.0 داریم، که مکمل کلش برادر عزیز چی میکنن؟ در بر میگیرن که سیزنی یا سیسکو سرفاید نتورک اسوسییت برادر عزیز. در این برنامه شما بخش راوتنگ و سویچنگ هم میخوانین. سپورت یعنی مطلب از که به شکل کمکی، یعنی مثلا شما برنامه های رو در این میخوانین، سیستم رو مورد مطالعه مورد بحث قرار میتین که شما بتونین فرض مثال یک سویچ چطور کنفیگریشن آیار سازی و فرض مثال ایجاد میکنین و همچنان یک راوتر به چه شکل، اما باز به شکل عمیق‌تر، به شکل انکشاف یافته ترش باز شما در بخش پروفشنال میرین. در بخش پروفشنال باز شما CCNP دارین، CCIP دارین، CCSP دارین، که CCSP مخفف سیسکو سرتیفاید سیستم پروفشنال، CCIP سیسکو سرتیفاید نتورک پروفشنال و CCNP سیسکو سرتیفاید نتورک پروفشنال. این اونی سه برنامه پروفشنال دارن برادر عزیز، که شما مکمل در اینترنت پروفشنال میشین، شما نتورک پروفشنال میشین و شما سیستم پروفشنال میشین. و همچنان برادر عزیز شما موارد رو در بخش پروفشنال بحث میکنین که مثلا شامل کمیونیکیشن این سرویسز میشه. CCIP که است برادر عزیز بخش کمیونیکیشن این سرویسز، خدمات و بخش ارتباطات، بلومون پروتکل های کمیونیکیشن شما در این بخش دیسکاس میکنین. میخوایم به شکل انکشاف یافته تر، به شکل پیشرفته تر. در CCNP ادوانس CCNA ما میتونیم CCNP بگوییم، که باز برادر عزیز در حقیقت 5 پیپر مخصوص داره که باز ان شاء الله در بخش آینده با ما شما دیسکاس میکنیم، که CCNP سیسکو سرتیفاید نتورک پروفشنال. شما بخش راوتینگ و سوئچینگ و شکل انکشاف یافته در اما موارد را که در CCNA میخواین شما سر پروتکل های از او به شکل واید یعنی وسیع دیسکاس میکنین و میخوانین. و بعد از اینکه شما بخش پروفشنال تکمیل کردین، شما باز برادرها در چی میرین؟ در CCIE باز اگر برادر عزیز سیسکو سرتیفاید اینترنت ورک اکسپرت، که شما مکمل راوتینگ سویچینگ سکیوریتی کامیونیکیشن سرویسز مکمل اکسپرت میشن، یعنی به شکل متخصص میشن برادر، یعنی دیگه باز دیگه از او بالا دیگه کدام، یعنی برابر با PhD است مثلا که میگین دیگه. ان شاء الله خدا مهربان است، استادستا بخیر میرسین صحیح هستین ان شاء الله دیگه. فقط اینا شما اینا آغاز شما از اسوسییت است، شما برنامه CCNA رو میخواین، بعد از اون بخیر باز CCNP بخونین، CCSP و بعد از CCIE CCIP و بعد با CCIE دیگه ان شاء الله در ظرف 2.5-3 سال بخیر شما میتونید که خود به بخش اکسپرت برسونین، اما خوب خود برسونین برادر. و غیر از این برنامه های مختلف دیگه ایم برادر عزیز ما و شما داریم که میتونم در اینجا البته براتون مشخص بسازم سیست ان شاء الله، ما میتونم که باشین در اینجا البته در سیسکو نورد البته میجه چپتر است که ما بعضی از برنامه های مختلف از CCNA است که براتون مشخص کنم. اینی برادر عزیز بلمون برنامه است که شما زیادتر زیادتر برادر یعنی باز میتونین که به شکل درستر بخونین. این برنامه تقریبا اینجا ما 16 برنامه را مشخص کردیم، از این بالاتر هم از خامی ها زیادتر استفاده بشه. قبلا ICND1 ICND بود که ICND1 مخفف انتر کنکتنس سیسکو نتورک دیوایسز، ICND اینترنت ورک کنکتنس سیسکو دیوایسز پورت 2 بود. پورت 1 پورت 2 بود برادر، یا بخش اول بخش 2 بود که مکمل قبل از CCNA خوانده میشه. بعد از اول مردم CCNA 1 2 3 4 میگن یا مکمل کل شامل همی برادر عزیز CCNA 4.0 میشه، که شما مکمل میتونین با کد نمبر 640802 کد نمبرش از برادر پیپر نمبرش است که مکمل ICND 1 ICND 2 را در بر میگیره، CCNA 1 تا 4 هم در بر میگیره، کدام مشکل نیست.
CCNT یا سیسکو سرٹیفاید انتری نتورکینگ تکنیشن یا برادر عزیز بخش اساسات است که یا شامل بخش چی میشه؟ CCNA میشه یا اساسات CCNA CCNT است که یا بخش اسوسییشن از برادر انتری نتورک است و CCNP سیسکو سرٹیفاید نتورک پروفیشنل CCSP سیسکو سرٹیفاید سیستم پروفیشنل CCIP سیسکو سرٹیفاید انتر نتورک پروفیشنل CCI سیسکو سرٹیفاید انتر نتورک اکسپرت و CCI دیگه CCI سیسکو سرٹیفاید انتر نتورک سکیوریتی سیسکو سرٹیفاید انتر نتورک فرمسال بخش اکسپرت در بخش وایس است در بخش وایلس است و در بخش سرویس پرووایدر است. اینی برنامه است که برادر عزیز اگر شما از آغاز بخونید تا انجام ان شاء الله در ظرف 2 نیم 3 نهایت 3-3.5 سال در بر میگیره تا که مکمل شما این برنامه رو به شکل تخصصی و تکنیکی و مسلکی شما بخونین و بفهمین. بله برادر عزیز، چیز خوبش وقت خوبش کار داره. خب برادرم، پس این برنامه ایش که بلومون برادرها در از طرف سیسکو یا از طرف کمپانی سیسکو را اندازی شده و ترتیب شده برادرم. آمدیم به طرف برنامه آغاز CCNA برادرها که در درس امروز ما شما بخش CCNA یا سیسکو سرتیفاید نتورک اسوسییشن ورژن 4.0 را انشاءالله دسکس میکنیم و مکمل از این بعد برنامه ای را که شما میخواین کل شامل اینمی برنامه میشه و هر برنامه ای را که میخواین کلش بخش CCNA 4.0 از برادرها. یک معلومات راجع به اگزامش از برادرها، CCNA 4.0 اگزام نمبرش 640 801 802 هم از مشکل نیست برادرها و توتال مارک دی باید 1000 مارک است و دیوریشن 90 دقیقه است برادر عزیز. پاسینگ سکور 849 است. از این پوینت بگیری ناکام میشن، کوشن بین 45 تا 55 سوال میه برای شما، مالتیپل چویس است، سیمولیشن است و درگ اند دراپ است، یعنی چند چهار جواب است برادرها. سیستم سناریو میه برای شما، سناریو یعنی سیمولیتر است، کار میکنین و درگ اند دراپ میتونین سوال ها را از یک جا به جای دیگه فرض مثال ایمیجا و گپار انتقال بدین. و توتال برادر عزیز پیمنت از یام قبلا که بود البته به حساب $200 همه قدر پیمنتش 100 چند خود $200 تا می حدود میشه فعلا، شاید که یا بالا یا پایین باشه از این بالاتر از این CCNA 4.0 صحیح است نه انشاءالله که مکمل اگزم و امتحانش برادر عزیز این همه قدر پیمنت داره. ای که کامیاب شدی ناکام شدی پیمنت که یک بار کردی و دیگه گرفته پس نمیشه و میشه دیگه، امتحان دادی کامیاب شدی نوش جانت که نشدی باز هزار داده هزار افغانی تولید راجستر کردن می تا که بتانی کامیاب شد. یعنی بخش امتحانش است که باز انشاءالله بعد از اینکه بخیر CCNA 4.0 را خلاص کردین شما موفقانه میتونین برین برادر عزیز امتحان بتین. با تعقیب نمودن این ویدیو ترنینگ های ما انشاءالله برادر عزیز شما آماده به آنلاین سرتیفیکیشن CCNA هم میشین که انشاءالله به شکل درستر بخونین شما امتحان هم داده میتونین که ویدیوها را ما را به شکل پرکتیکل با شما در لبا در خانه به شکل عملی کار کنین انشاءالله میتونین که امتحان را به شکل آنلاین هم پاس کنین بدون کدوم مشکل بدون کدوم پرابلم. بنفیت برادر عزیز خود در حقیقت هر آن چیزی که ما شما میخوانیم فواید داره و در حقیقت پیر ویلیدیشن پرسونل پوتنشل امپلایر و کریر ادوانسمنت در حقیقت فواید زیاد داره. یعنی مطلب از این که ما شما وقتی که برنامه را ما شما بخونیم هیچ گاهی که خب بیکار نمیمونیم و الحمدلله شما میتونید در این رشته به هر کنج دنیا چون رشته استاندارد و پروفشنال است شما کار و وظیفه کرده میتونید و آینده شما تضمین است. با این برنامه شما میتونید که یک آینده خوب و درخشان برادر عزیز داشته باشین و سطح تعلیمی تون میتونید برادر عزیز بالا ببرین و انکشاف بدین. این فوایدش است. خب برادر عزیز قبل از اینکه ما شما به موضوعات پیش بریم باید بعضی از موارد بعضی از گپا راجع به سیسکو است که انشاءالله در درس های آینده بخیر باز ما شما بینمی سیمبولا و بینمی اکسا برادر عزیز ما شما در سیمیلوتر در پکت تریسر در سیناریو برادر عزیز ما شما از اینمی اکسا استفاده میکنیم به خاطر پرکتیک و به خاطر عملی. از اول از قبل از اینکه ما به طرف عملی بعضی کارها و بعضی گپا بریم شما باید سیسکو آیکن این سیمبولز این موارد باید بفهمین که این سیمبول سیمبولایی که در اینجا است نمایندگی از کدام وسیله نمایندگی از چی میکنن تا سبا روزی که ما در استرکچر یا در سیناریو در این چیزا تطبیق کردیم شما با کدام مشکل با کدام پرابلم سر نخورین. که ATM سویچ است شکلش میبینین، بریج است شکلش میبینین، فایل سرور است شکلش میبینین،
نتورک کلاود است برادر عزیز که نمایندگی از اینترنت از نتورک کلاود میکنه، از رش میکنه. راوتر است که شکلش هم میبینین پی سی است، کامپیوتر عادی پرسونال کامپیوتر. هاب است که شکلش هم میبینین بیلدینگ است به این شکل، و سویچ است، خود سویچ به این شکل یک علامه داره برادر عزیز. لپتاپ است، مودیم است، به این شکل کام سرور است یا کامیونیکیشن سرور میگن، به این شکل فون است برادر عزیز، فون کانسیومر یا کاستومر است برادر عزیز، به این شکل یک هوم آفیس است و آی اس دی ان سویچ است. یعنی وسایل است که انشاءالله بلموم ای آیکن هاست که انشاءالله در سیناریوها، در سیمیلیترها، در کارهای عملی ما و شما در آینده ها برادر عزیز کار میکنیم. سر زینمین ها چی میکنیم برادر عزیز؟ ما و شما در سیناریو در بعضی از موارد از این سیمبول ها و از این آیکن ها استفاده میکنیم تا سبا روزی که ما و شما از این آیکن، از این سیمبول ها استفاده کنیم، شما با کدام مشکل، با کدام پرابلم سر نخورین که سیمبول از چی است؟ از بچه شکل است. و هر این سیمبول انشاءالله در درس های آینده بیچاری چه شما بلدیت دارین مشناسین، بیچاری چه انشاءالله یک آیک شما میخونین که چی است و چی وظیفه را بر ما و شما انجام میدن. Yes, Cisco icons and symbols. خب برادر عزیز، البته این بخش ویدیو اول ما و روز اول ما ده اول است که ویدیو اول دمیجه به پایان میرسانیم. باز سر از ویدیو دوم از بخش دیتا نتورک ما شروع میکنیم و بعض گپای مختلف دیگه راجع به راوتر و تپولوژی و مسائل دیگه است که اینا رو بخیر در سیسینه دیتو یا در ویدیو بعدی ما و شما مورد مطالعه و مورد بحث قرار میدیم. ویدیو امروز را و درس امروز را برادر عزیز ما و شما دمیجا به پایان میرسانیم. تا درس های بعدی، ویدیوهای بعدی شما رو به خدای پاک میسپاریم. شاد و موفق، کامیاب باشین و من الله توفیق.